سلام و خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوی کانال مدن لایف در از این ویدیو میریم ببینیم که چطور میتونه نمی آلا آیفون 14 پرو و یا 14 پرو مکس را به صورت آنلاین چی به صورت قسطی و یا به صورت نقدی خرید کنید خب میریم شروع میکنیم از بروزر اصلی که استفاده میکنین داخل بروزر اصلی میشین و بعدش آیفون 14 را سرچ میکنین بعدش میاین صف سایتی اصلی اپل را پیدا میکنین اما قسمی که میبینین ای را باز میکنین زمانی که اینجا داخل صفحه اصلی میشین میبینین آیفون 14 پرو میخوام اینجا یادآوری بکنم در صورتی که خواسته باشین میتونین در بخش ها بنویسین تا یک ویدیوی دیگه هم درباره مشخصات و قابلیت های جدیدی که در آیفون اضافه شده را خواسته باشین بدانید یک ویدیوی دیگه در ازو بخش براتون بسازم خب میریم روی پری اوردر و در اینجا اول انتخاب میکنیم که آیا میخواین آیفون 14 پرو بگیریم یا آیفون 14 پرو مکس که آیفون 14 را 14 پرو را از قیمتش از 999 دلار و 14 پرو مکس از 1099 دلار شروع میشه قیمتش خب میریم حالا ما آیفون 14 پرو مکس را انتخاب میکنیم به طور مثال در اینجا بعدش رنگ دلخواه من را انتخاب میکنیم حالا ما رنگ آبی تیره را انتخاب میکنم بعدش مقدار آفزه ای را که خواسته باشیم 128 جیبی 256 512 و یا 1 ترابایت ما 512 جی انتخاب میکنم البته دقیقا که چه مقدار حافظه شما انتخاب میکنید به ما اندازه قیمت هایش بالا و پایین خواد شود در اینجا بخش نو تریدین را انتخاب میکنیم و بخشی اساسی زمانی که اینجا میرسیم حالا شما سه آپشن رو میبینیم ما روی اول و دومش صحبت خود بکنیم اولش است که شما امی حالا روی دکمه بای فشار میتین و امیالا نقدی نقده پول را که پول از امی آیفون که 1399 دلار میشه امیالا پرداخت میکنین رویش دویو میشه است که در صورت قسط برای به بر صورت قسطی خرید بکنیم که دو امکان داره یا یکی برای دو سال یعنی 24 ماه ماهانه 58 دلار پرداخت خواد بکنین و یا یکی برای مدت 3 سال Uh, ماهانه 36 دلار پرداخت خود بکنید و میگه که در پایین اگر ببینید پی اوور تایم ویت زیرو ای پی آر در از همی خرید بکنین کدام فایده هم آیفون میگه از شما نمیگیره uh, خب اینجا میبینیم بخش اول انتخاب میکنیم برای که در دو سال و ماهانه 58 دلار پرداخت بکنیم که در مجموع بازم همو 1399 خواد شوه اینجا حالا انتخاب میکنیم که کدام شرکتی از طریق کدام شرکت برای ما دلیور ش... کدام شرکت دلیوری برای ما همه گوشه ما را برای ما برسانه یا دلیوریش انجام بده خب انتخاب میکنیم connect مهم نیست در اینجا در صورتی که خواسته باشین کدام پروگرام اپل کیر را فعال بکنین در غیر از او صورت بدونش پیش میریم و در اینجا تمام میشه در صورتی که تمام مشخصات ما مطمئن هستیم و نمیخوایم کدام تغییرات دیدهش بیاییم بعدش میگیم add to back اینجا میتونیم که در صورتی که کدام چیز دیگه نخواسته باشیم اضافه بکنیم میتونیم بریم روی review back و در غیر از او صورت در صورتی خواسته باشیم یک پوش چارجر و یا هر چیز دیگه خواسته باشه اضافه بکنیم اینا رو میگیم add to bag گوشکی حالا من یک چارجر به صورت مثال اضافه میکنم و همچنان یک پوشی ساده و بعدش میریم روی ریویو بک در اینجا میبینیم که ما گوشی ما است که ما یانه 58 دلار پرداخت خود بکنیم برای 24 ماه برای یک بار دیگه دوباره خود ببینیم میره و یک تا بیست ولت یو اس بی سی چارجر است که 19, 19 دلار قیمتش است و یک پوش آیفون که 4.08 اشاری سفر دما فکر کنم پرداخت میکنیم برای ازی در صورت که موافق باشیم اینجا میبینیم که توتل اماند تمامی با خود گوشی و همچنان چارجر رو پوش را که انتخاب کردیم شده 1467 دلار. در از او صورت میریم روی چک آوت with اپل کارد یا monthly انستانبن انتخاب میکنیم در صورتی که این انتخاب بکنیم بعدش میره روی کارت شما که اونجا باید در صورت دو انتخاب خود داشته باشد چی میتونه از طریق پیپل پرداخت بکنین و یا از طریق کارت بانکی که مشخصات تان اونجا تعیین خود بکنین آدرس تان را که باید گوشی از و آدرس برای تان فرستاده شود تشکر از وقت تان اگر ویدیو برای قابل استفاده بود لطفا لایک کنین و برای دوستان تان نیز به اشتراک بگذارین